سلام دوستان مرتزه هستم از کانال انگلیس داره ای و در این ویدیو قصد داریم جزوه جامعه زبان انگلیسی پای دوازدهم تقویتی و کنکوری تستی تشریحی رو با هم بررسی بکنیم خب در ابتدا در این درس ما میخوایم بپردازیم به کلمات کلیدی درس اول با عنوان سنس آف appreciation یا حس قدرشناسی خوشحال میشیم که ما رو سابسکرایب کنید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت کنید خب بریم هم کلمات مهمش رو با هم بررسی بکنیم کلمه اول accidental یعنی تصادفی accidentally تصادفا یا اتفاقی که قید حالتش هست و accident در واقع تصادف که اسمش هست AD بعد از میلاد عزت مسیح هستش و Uh, کلمه بعدی a set of یعنی مجموعی از abroad یعنی خارج از کشور یا overseas یعنی اون طرف آب ها active یعنی فعال یا فعالانه uh, active voice یعنی تو دستور زبان به معنای جمله معلوم گفته میشه خب ما به صورت کلی دو نوع جمله داریم اکتیو و پسیو جملات اکتیو جملاتی گفته میشه که فاعلشون مشخصه و جملات پسیو جملاتی هستن که فاعل نامشخص هستش Addition جمع اضافه advice نصیحت توصیه advice نصیحت کردن دقت کنیم که advice اسم هست advice فعلش هست advisement مشورت یا تعمل اسمش هست advisor اسم فایلش هست معنی مشاور again and again یعنی دوباره و دوباره یا بارها و بارها agreement به معنی توافق after a while بعد از مدتی airbag کیسه هوا airplane هواپیما along with بلاوه یا علاوه بر allowed uh, بلند با صدای بلند although اگرچه analyze بررسی کردن یا آنالیز کردن analyzer بررسی کننده یا تحلیلگر anniversary سالگرد antonym متضاد که مترادف میشه سینونیم appropriate یعنی مناسب یا شایسته appreciation قدردانی appreciative قدردانی قدردان یا قدرشناس appreciate قدردانی کردن article مقاله ماده قانون یا شی از از آنجایی که یا وقتی که یا به عنوان as follows به شرح زیر a sign of یک نشانه از as. as well همچنین که در انتهای جمله میاد as well as همچنین at all اصلا ابدا به هیچ وجه که معمولاً در انتهای جمله میاد at last سرانجام یا در نهایت at least حداقل attempt تلاش و کوشش author نویسنده یا معلف Authorized مجاز، Authority صلاحیت اختیار، Babysit از بچه، از بچه پرستاری کردن، Babysitter پرستار بچه، بر خرس یا به دنیا آوردن یا تحمل کردن، Be born متولد شدن، Because of به خاطر، Belonging وابستگی، Blessed دعا کردن، Blessed یعنی خوشبخت یا مبارک، بلسنس سعادت یا برکت بلسینگ رحمت دعای خیر بوست افزایش دادن بوستر تقویت کننده bother آزار و اذیت برینگ اپ تربیت کردن یا مطرح کردن بروکن هارت دل شکسته یا نامید برست منفجر شدن بزنسمن تاجر یا بازرگان بای هارت یعنی از حفظ by the way راستی یا به هر حال cage قفسه قفس یا قفسه کاملی دقت کنید که این کلمه الش نه هست و خونده نمیشه یعنی به آرامی آیسته cancer سرطان capable of با حرف اضافه of میاد این کلمه بنی قادر بودن care for مراقبت کردن است carry هم کردن carry no risk یعنی هیچ ریسک نکردن کسپین سی uh, دریای خزر کچ گرفتن یا قاپیدن سنتر مرکز یا کانون چپتر فصل چس شطرنج چایلدهود دوران بچگی چوز انتخاب کردن که اسمش میشه چویس کلوز فرند دوست صمیمی کالج دانشکده کالکیشن ترکیب کامباین ترکیب کردن کامبینیشن ترکیب کامبک برگشتن کمپلین، شکایت کردن کامپاوند مخلوط یا ترکیب کردن کامپرهنشن درک مطلب کنسرن دقدقه یا نگرانی کانفرنس کنفرانس کنفرم تایید کردن یا ثابت کردن کنفرمیشن تثبیت یا تصدیق connecting رابط یا ربط دهنده countless بیشمار یا بسیار زیاد کازین، خاله یا امزاده، امو یا دایزاده کریتیک، انتخاب کننده criticize نقد کردن cry گریه کردن کالچر، فرهنگ cultural فرهنگی cure درمان یا درمان کردن کاستم، رسم یا سنت customer مشتری dear عزیز dedicate یعنی وقف کردن dedicated یعنی وقف شده dedication یعنی تخصیص یا و فداکاری یا اهدا definition تعریف description توصیف که فعلش میشه describe descriptive توصیفی یا تشریحی detective کارگاه دایری دفتر خاطرات دیپلوما مدرک تحصیلی یا دیپلوم دیسکاور کشف کردن دیسکاوری کشف دیستینگویش تشخیص دادن یا تمایز کردن دیستینگویش برجسته یا متمایز دش ظرف غذا یا غذا یا بشخاب پس دقت کنید که این کلمه سه تا معنی داره یک معنا به معنای غذا یکی ظرف غذا و دیگری بشخاب دوئر به معنای انجام دهنده یا اهل عمل deserve یعنی سزاوار بودن divorce طلاق یا جدایی documentary مستند یا سنددار duty وظیفه یا کار یا خدمت economically از نظر اقتصادی effortless بدون تلاش either اه, یعنی هر یک elder بزرگتر elderly سالخورده یا قدیمی illicit به دست آوردن یا استخراج کردن emotion احساس emotional یعنی عاطفی and این یعنی ختم شدن به پایان یافتن با enjoyable لذت بخش ethic یعنی اصول اخلاقی evidence یعنی گواهی یا مدرک expert به معنای متخصص یا کارشناس فید غذا دادن فیدبک بازخورد feeding تغذیه fingerprint اثر انگوش فیکس تعمیل کردن forgive بخشیدن forgiveness بخشش یا اف forgiver بخشنده found تحسیس کردن یا ایجاد کردن founder تحسیس کننده failure شکست یا سقوط فریج یخچال generate به معنای تولید کردن generation نسل go together یعنی با هم بودن grandchild نوه guideline توصیه یا دستورالعمل، العمل grateful سپاسگزار گالف خلیج handle کنترل کردن یا یعنی از اوته چیزی برآمدن hard of hearing یعنی گوش کسی سنگین بودن هیت نفرت داشتن هیر آف با خبر بودن است یا خبری داشتن هنس بنابراین هریتج میراث هوملند وطن آنر گرامی داشتن یا افتخار honorable یعنی بزرگوار هاگ در آغوش گرفتن آیسی سرد یا یخی identity هویت immigration مهاجرت immoral غیر اخلاقی Inappropriate, ناقص inspiration الهام inspirator الهام دهنده interestingly جالب inform مطلع کردن یا باخبر کردن informer اطلاع دهنده judge قضاوت کردن kindly با مهربانی kindness مهربانی kiss بوسه کلمه sit on lap یعنی روی پا نشستن liar وکیل لای دروغ لوکیشن موقعیت لاوینگ محبت آمیز لاور پایین آمدن لک کمبود داشتن میجر اصلی مارکتینگ بازاریابی مینینگفول با معنی مورال نتیجه اخلاقی most importantly از همه مهمتر مادر in law مادر شوهر یا مادر زن مسل ماهیچه نورسپول قطب شمال نات سرپرایزینگلی تعجبی نیست نوت توجه کردن آبجکت مفول وانس روزی آن دی آدر از طرف دیگر اوردینری معمولی پرت توتی پسیو مجهول پاز نکس کردن پی ریز افزایش حقوق پیسفول سلحامیز پنالتی جریمه یا مجازات فیزیشن، پزشک پیجن کبوتر پیتی دلسوزی پویتری شعر یا شاعری پرزنت، حاضر حال یا به معنای کادو هم معنی میده قابلیت ارائه پرینسیپل است یا قاعده پراسس فرایند یا روش پرافیت فایده داشتن profitable سوداور provide تامین کردن psychologist روانشناس punish تنبیه کردن punisher مجازاتگر کرد. punishment تنبیه qualitative کیفی quantity کمیت quantitative از نظر کمیت rather than به جای receive دریافت کردن record ثبت کردن refuse امتناع، ریگارد در نظر گرفتن ریگاردین در ارتباط با ریلیز رها کردن ریلیجن مذهب ریلیجس مذهبی repeatedly بارها و بارها replace جایگزین کردن ریپلای جواب دادن responsibility مسئولیت راب Rub, مالیدن رابر سارق یا دوست رابیش آشغال salary حقوق score امتیاز scoreboard تابلو امتیاز sensation احساس sense یعنی عقل و شعور و فهم یا حس series رشته یا مجموعه shameful شرم‌آور shout فریاد کشیدن signal علامت دادن sofa مبل solution راه حل sometime روزی sound به نظر رسیدن spare چشم کردن یا دریق کردن uh, Still still دزدیدن strength قدرت یا نیرو strict جدی یا سختگیر uh, substance, substance ماده such این چنین suddenly ناگهان tag question پرسش تأکیدی یا عبارت الحاقی take a rest استراحت کردن uh, tear اشک teenager نوجوان temperature درجه دما یا حرارت بدن terrible وحشتناک textbook کتاب درسی thus بنابراین تو ابزار truth حقیقت True, uh, trustworthy قابل اطمینان یا درستکار uncertainty یعنی شک و تردید unnatural غیر طبیعی umbrella پوشش unconditionally بدون قید و شرط unreal باور نکردنی vase گلدان voluntarily به طور داوطلبانه worn هشدار دادن wealthy ثروتمند what's wrong مشکل چیه whereby از طریق آن while در حالی که willing تمایل یا مشتاق wisdom حکمت uh, within یعنی در داخل سلام دوستان مرتضی هستم از کانال انگلیس داره ای و در این ویدیو قصد داریم قسمت کانورسیشن درس یک سنس of appreciation یا حس قدردانی رو از کتاب سال دوازدهم با هم بررسی بکنیم خوشحال میشیم که ما رو سابسکرایب کنید و با لایک و کامنت از ما حمایت کنید خب بریم درس یک قسمت کانورسیشن صفحات 19 تا 20 رو با هم بررسی کنیم سارا has been in the children's medical center for a week سارا به مدت یک هفته در مرکز درمانی کودکان بوده she has caught a terrible flu کات گذشته کچ هست به معنی گرفتن معمولا برای بیماری ها و مریضی از فعل کچ استفاده میشه for example i catch cold یعنی که من سرماخوردگی گرفتم یا i caught for example flu آنفولانزا گرفتم the doctor told her to stay there to get better دکتر بهش گفت که اونجا بمونه برای اینکه بهتر بشه there is a photograph of an old man on the wall میگه که عکسی در واقع یک پیرمردی روی دیوار بود while the nurse is taking her to pressure they start talking در حالی که پرستار داشت اندازه گیری میکرد تب او رو اونها در حال صحبت کردن بوده خب ببینید تمپرچر به معنی دما یا تب معنی میده و فعلی که باش استفاده میشه فعل تیک هست اکسکیوز می هو ایز the man این the picture؟ ببخشید اون مرد داخل عکس چه کسی است او dont you know them dont you know him هاف یو ایور هرد اف دکتر محمدقریم او رو نمیشناسی آیا هیچ وقت در مورد دکتر محمد غریب چیزی شنیده ای؟ I guess I have only seen his name in my English book, but I'm not sure about it. تصور میکنم چیزهایی رو دیدم اسمش رو دیدم در کتاب انگلیسی ولی مطمئن نیستم. Dr. Qarib was a famous physician. دکتر غریب یک پزشک معروف پس physician در اینجا به معنای پزشک فیمس هم مشهور. can you tell me a little about his life? dr. karib was born in tehran in uh, 1288. after receiving his diploma, he went abroad to study medicine. in 1316, he became a physician and then came back to his homeland. in 1347, this center was founded by dr. mohammad karib dr. and one of his close friends. گفته بعد از دریافت ریسیو به معنی دریافت دقت کنید بچه ها بعد از حرف اضافه ما فعل رو به صورت آینجی دار میاریم after receiving بعد از دریافت مدرک دیپلمش ابراد ابراد یعنی خارج از کشور او رفت خارج از کشور برای مطالعه علم پزشکی میرسن در سال 1316 او یک جراح شد و سپس بازگشت came بک بازگشت به زادگاهش هوملند یعنی زادگاه In 1347 در سال 1347 این مرکز پایگذاری شد توسط دکتر قریب و یکی از دوستان سمیمی. Close به معنی سمیمی. Really I didn't know that. واقعا من این رو نمیدونستم. دکتر قریب was also a generous man. یک مرد سخابتمند و بخشنده بود. He spared no pains. میگه از هیچ تلاشی درک نمیکرد. بچه ها اسپر no pains یعنی از هیچ تلاشی دریغ نکردن to cure sick uh, children برای درمان بچه های بیمار cure به معنای درمان کردن it was very uh, friendly and helpful to poor uh, families او خیلی uh, در واقع صمیمی و یاری رسان بود به افراد فقیر not surprisingly تعجبی نیست He was regarded as a dedicated physician. او به عنوان یک جراح در واقع ایسارگر یا یک دکتر ایسارگر در نظر گرفته شود. It's a pity I didn't know such a great man. جای افسوس داره من چنین مرد بزرگی رو نمیشناسم. He was known as a distinguished university professor too. او همچنین به عنوان یک پروفسور برجسته دانشگاه شناخته شده بود. The first Persian textbook on children's uh, disease was written by him. اولین کتاب فارسی زبان برای بیماری های کودکان و اطفال توسط او نوشته شده. He taught medicine to thousands of students. Taught بچه ها گذاشته تیچ هست به معنای آموختن. اون او علم پزشکی را آموخت به هزاران دانشجو. What a great man he was. چه مرد بزرگی او بوده. By the way, یعنی راستی. It might be interesting to know that your physician was one of uh, Dr. Qarif's students. Uh, همچنین ممکنه جالب باشه که بدانی دکتر شما یکی از دانشوی های دکتر قریب بوده. Really, that's interesting. واقعا جالب. خب بریم بچه قسمت ریدینگ درس صفحات 24 و 25 رو با هم بررسی بکنیم. عنوان قسمت ریدینگ Respect your parents به پدر مادر خود احترام بگذارید. On a spring morning, an old woman was sitting on the sofa in her house. در یک روز صبح بهاری یک پیرزنی در واقع نشسته بود در خانش روی کاناپه در این خ... اه... Uh, in her house. در خانهش a young son پسر جوانش در حال رو، روزنامه خواندن بود suddenly a pigeon sat on the window ناگهان یک کبوتر نشست لبه پنجره the mother asked her son quietly مادر از فرزندش پرسید به آرامی what is this این چیه the son replied یعنی پسر پاسخ داد it's a pigeon این یک کبوتره after a few minutes بعد از چند دقیقه she asked her son for a second time what is this و بعد از در واقع این دفعه دوم بعد از چند دقیقه دوباره برای دفعه دوم از مادرش پرسید مادرش از پسرش پرسید که این چیه The son said mom I have just told you همین الان بهت گفتم It's a pigeon یک کبوتره After a little while بعد از یک مدتی The old mother asked her son for a third time بعد از مدتی مادر پیرش دوباره ازش پرسید که این چیه برای سومین دفعه What is this? چیه؟ This time the son shouted asid at his mother, "Dafe sevom, pesar dot zad ser madarish. Why do you keep asking me the same question again and again? چرا یک سوال تکراری رو بارها بارها از من می‌پرسی؟ Are you hard of hearing?" Ayagushit kare. A little later the mother went to her room and came back with an old diary. یک کمی بعد مادر رفت به اتاقش و برگشت با یک دفترچه یادداشت قدیم. She said my dear son گفت پسر عزیزم این رو بخون I bought this diary when you were born من این دفترچه خاطرات وقتی متولد شدی خریدم Then she opened a page and kindly asked your son to read that page به ساعت با مهربانی از پسرش خواست که اون رو بخونه Uh, the son looked at the page, paused and started reading it aloud. پسر به صفحه نگاهی انداخت و مکسی کرد و شروع به خاندن نمود. Today my little son was sitting on my lap when a pigeon sat on the window. امروز پسر کوچکم در آغوش من نشسته و یک کبوتر نشست لبه پنجره. My son asked me what it was fifteen times.

به سوالاتش پاسخ میدادم. I did not feel angry. اصلا حس عصبانیت نمی کردم. اصلا ات I was actually feeling happy for my lovely child. واقعا حس خیلی مهربانی و خوشحالی داشتم نسبت به پسر دوست داشتنی. Suddenly the sun burst into tears. بچه برس burst into tears. با هم میاد یعنی به گریه افتادن بغض کسی ترکیدن. ناگهان پسر بازش ترکید مادرش را در آغوش گرفت هاک هیز اولد مادر مادرش را در آغوش گرفت and said repeatedly و مرتبا گفت مام مام فورگیو می مرا ببخش پلیز فورگیو می لطفا مرا ببخش دی اولد وومن هاک هر سان کیس him اند سید کاملی مادر پیرش او را در آغوش گرفت او را بوسید و به آرامی گفت We must care for those who once care for us. ما باید مراقب اونهایی باشیم که روزی مراقب ما بودن. We all know how parents care for their children for every little thing. ما همه همون میدونیم که چطور والدین مراقبت کردن از بچه هاشون برای هر چیز کوچکی. Children must love them. بچه ها میباید عاشق اونا باشن. احترام به اونا بذارن. Respect them. And care for them. و به اونها توجه کنید. It is very important for us to respect our elders. این خیلی برای ما مهم و حیز امیته که احترام بزنیم به بزرگترامون. It is also important to note that elders were not born elders. و این خیلی مهمه که به این نکته توجه کنیم که بزرگترها بزرگ متولد نشدن. They were kids like us. اونا مثل ما بچه بودن. And now have grown older. و حالا بزرگ شدن A few years hence we will, uh, we will also grow older uh, چند سال دیگه بنابراین وقتی که ما بزرگتر خواهیم شد If today we respect them, اگر امروز به اونها اترام بذاریم Our present and future generations will carry those values and will learn to respect us as well when we grow uh, older uh, در زمان حاضر و نسل های اونها هم این ارزش ها رو انتقال خواهند داد و حفظ خواهند کرد و به ما احترام خواهند گذاشت همچنین وقتی بزرگ بشن، Elders have a lot to share with us. بزرگترها چیزهای زیادی دارن که با ما تقسیم کنند. Their love experience, تجربه زندگیشون, their failures از شکست‌هاشون، their successes از موفقیت‌هاشون، and many more و چیزهای بیشتر. Thus we need to care for them because they deserve to be careful. بنابراین ما بایستی از اونها مراقبت کنیم به خاطر اینکه اونها شایسته مراقبت هستند. Respect and care for elders starts with our parents as they are our first teachers in our life. مراقبت و توجه به بزرگترها شروع میشه از پدر به عنوان کسایی که اولین معلمان ما هستن در زندگیمون. No matter what we do in our lives, who we are. هیچ فرقی نمیکنه که ما در زندگیمون چه کسی باشیم و کی هستیم. And where we live. و کجا زندگی میکنیم. We must love them. ما باید اونها رو دوست داشته باشیم. چون که اونها هم عاشق ما بودن بدون هیچ قید و شرط. Unconditionally. یعنی بدون قید و شرط. They feel honored when we appreciate their love and respect them. اونها احترام میذاشتن به ما و افتخار میکردن به ما وقتی we appreciate the love uh, وقتی در واقع ما به اونها uh, قدردانی میکردیم عشق اونها و احترام بذاریم به اونها so it is our duty to help them when, we, uh, when they need us بنابراین وظیفه ماه که کمک کنیم به اونها وقتی اونها به ما نیاز دارن because they are not young enough to handle things به خاطر اینکه اونها زیاد به اندازه کافی دیگه جوان نیستن که همه چیزشون رو تحت کنترل بگیرن بچه ها هندل در اینجا به معنی تک کنترل هست یعنی کنترل کردن on their own یعنی به تنهایی like before مثل سلام دوستان مرتزا هستم از کانال انگلیس داره ای و در این ویدیو قصد داریم جزوه سال دوازدهم هم درس یکم کالوکیشنز کلمات همنشین یا همایی رو با هم بررسی بکنیم به طور کلی کلمات کالوکیشن یا همایی به کلمات گفته میشه که همواره با هم میان و در مهارت اسپیکینگ و گفتاری دونستن این گونه کالوکیشن ها بسیار به ما کمک میکنه که بهتر و درستتر بتونیم کلمات در کنار هم بشینیم و به راحتی جمله بسازیم و همچنین در تست های کنکور بسیار این کالوکیشن ها های هستش خب ما میخوایم تمامی این کالوکیشن های کتاب درسی رو مورد بررسی قرار بدیم خوشحال میشیم که ما رو سابسکرایب کنید و با لایک و کامنتاتون از ما حمایت کنید خب بریم این کلمات رو با هم بررسی کنیم اولین کلمه یا اولین کالوکیشن after a little while کالوکیشن بعدی make a mistake یعنی اشتباه کردن یا مرتکب اشتباه شدن not surprisingly یعنی جای تعجب نیست fast food غذای سریع یا fast food یا غذای آماده put it in, uh, put in order مرتب کردن یا به ترتیب fire station ایستگاه آتش نشانی study listen مطالعه درس at the end در پایان یا در انتها bake a cake پختن کیک health condition وضعیت سلامتی be regarded as به عنوان یا در نظر گرفتن police station ایستگاه پلیس be reaching something یعنی غنی بودن یا سرشار بودن از board uh, the plane یعنی سوار هواپیما شدن Geography, geographical position حالت جغرافیایی Geographical location موقعیت جغرافیایی Between something and something else بین یک چیز و چیز دیگر Do experiment انجام دادن آزمایش Blood pressure فشار خون Tell a story داستان گفتن Brain function عملکرد مغز Burst into tears به گریه افتادن by accident به طور تصادفی by heart یعنی از حفظ text a message پیغام فرستادن by the way یعنی به هر حال یا راستی heart attack حمله قلبی catch a flu آنفولانزا گرفتن grow old بزرگ شدن comfortable shoe کفش راحتی get ready آماده شدن compound sentence جمله مرکب Experiment on آزمایش انجام دادن بر روی Family member اعضای خانواده Get depressed افسرده شدن Smartphone یعنی تلفن هوشمند Solution to راه حل برای Strong wind باد شدید Regard to در رابطه با Ask kindly با خوش روی پرسیدن Be angry with یعنی عصبانی بودن از Registration form فرم ثبت نام make a noise یعنی سر صدا ایجاد کردن recreational activities فعالیت های تفریحی break the window پنجره را شکستن pay attention to توجه کردن به hold a game برگزار کردن بازی the key to success کلید موفقیت pack for a trip جمع کردن وسایل برای سفر take temperature یعنی تب را اندازه گیری کردن develop a product توصیه دادن یک محصول source code گلودن take photos عکس گرفتن narrate story داستان روایت کردن mother tongue زبان مادری heavy rain باران شدید heavy snow برف سنگین public transportation وسایل حمل و نقل عمومی do homework تکلیف انجام دادن spare no pains دریغ نکردن Uh, balanced diet یعنی رژیم متعادل do exercise ورزش کردن Ex exchange money تبدیل پول feel angry احساس عصبانیت کردن national anthem سرود ملی take turn به نوبت uh, gift shop مغازه کادو فروشی desert touring تور صحرایی hard of hearing مشکل شنوایی داشتن read a newspaper روزنامه خواندن light a lamp لامپ روشن کردن make a dialogue گفتگو کردن sit on the sofa روی موب نشستن feel well احساس سلامتی کردن pay toll پرداخت عوارض living languages به سفر طولانی رفتن make a voyage به در واقع سفر طولانی رفتن living languages Uh, living languages های زنده دنیا travel around the world دور دنیا سفر کردن lose weight کاهش وزن gain weight افزایش وزن have access to دست یافتن به fix the car ماشین رو تعمیر کردن sore eyes چشم درد follow a rule قانونی رو دنبال کردن uh, by means of به وسیله produce a movie تولید فیلم Nervous system, سیستم عصبی. Find a solution, راه حل یافتن. Attend a program, در برنامه شرکت کردن. Sign language, زبان اشاره. Foreign language, زبان خارجی. Technology addict, متاد فناوری. Running news, آبریزش بینی. Pump blood, پمپاژ خون. Meet the needs, یعنی نیازها را برآورده کردن. Express train, قطار سریع سیر. put emphasis on something تاکید کردن برای چیزی flat tire لاستیک پنچر have lunch dinner or breakfast نهار شام یا صبحانه خوردن make a suggestion پیشنهاد دادن military parade رژه نظامی go abroad به خارج از کشور رفتن follow the steps مراحل را دنبال کردن body organ اندام بدن native language زبان مادری Contrastive stress. استرس مقایسه Forgive somebody for something. کسی را بابت چیزی بخشیدن. Distinguished professor. پروفسور برجسته. During the experiment. در تیه آزمایش. After a little while. پس از مدتی. Make a mistake. اشتباه کردن. Feel happy. احساس شادی کردن. At the end of the year. هنگام تحویل سال. Baggage reclaim تخیص چمدان Health advice مشاور سلامتی Travel agency آجانس مسافرتی Make movies ساختن فیلم In a hurry عجل بودن اجله uh, کردن At the same time به طور همزمان In the middle of در وسط یا در میانه The opposite of متضاده On the way یعنی در مسیر uh, In a line در صف At once فوراً at حداقل at, at first در ابتدا at last سرانجام in prison در زندان سلام دوستان مرتضی هستم از کانال انگلیسی آره ای و در این ویدیو قصد داریم جزوه سال دوازدهم درس یکم جملات مرکب یا compound sentences رو با هم بررسی بکنیم خوشحال میشیم که ما را سابسکرایب کنید و با لایک و کامنتاتون از ما حمایت کنید خب بریم جملات مرکب رو با هم بررسی بکنیم آموختیم که در یک جمله انگلیسی باید حداقل داره یک یک جملهمون داره یک فاعل فعل باشه به این گونه جمله ها ما میگیم جمله ساده اگر چنانچه جمله ما بیش از دو تا فعل داشته باشه بیش از یک فعل داشته باشه اون جمله دیگه جمله ساده نیست و یک جمله مرکب به حساب میاد با کلماتی نظیر ربطنده های نظیر اند or so و همچنین اه, چند تای دیگه یک جمله تبدیل جمله مرکب میشه حروف ربط همپای ساز یا coordinate conjunction ها برای وز کردن کلمات عبارات و جملات یکسان از نظر گرامری به کار میرن که این کوردینیتور ها هفت هستن که شامل فور، اند، نور، باد، اور، یت و سو so میشن که کارایی اونها رو به شما توضیح خواهیم داد. نکته برای به خاطر سپردن این هفتا ما میتونیم از فن بویز استفاده کنیم که F در واقع مخفف فور A مخفف اند N مخفف نور B مخفف باد O مخفف اور Y مخفف یت و S مخفف سو و کاربرد حرف ربط اند چی هست؟ دو تا جمله همپایه رو به هم متصل میکنه که از لحاظ معنایی و توی یک در واقع رد قرار می گیرن. مثلا به عنوان مثال گفته که I take milk and sugar in my coffee. من در قهوه هم شیر و شکر می ریزم. یعنی دو تا کار همزمان داره انجام میشه و توی بازه قرار داره. و جمله بعدی she listen to music and watch TV after lunch. او بعد از نها تلویزیون نگاه کرد و آهنگ گوش داد. بات نشان دهنده تضاد و مغایرت در دو تا جمله هست و به معنی اما یا ولی ترجمه میشه مثال I love coffee but my wife prefers tea من قهوه دوست دارم اما همسرم ترجیح میده چای بخوره prefer یعنی ترجیح دادن و دقت کنید که حرف تعریف conjunction یا کوردینیتور در واقع باد که نشان دهنده تضاد و مقایرت در جمله هست قبلش همیشه کاما میاد اگر چنانچه وسط جمله استفاده بشه مثال بعدی I eat cake but I never eat biscuit. من کیک uh, میخورم اما هرگز بیسکویت نمیخورم. و اما حرف ربط اور که بیانگر در واقع اه, انتخاب هستش. این حرف ربط برای انتخاب یک گزینه از بین چندین انتخاب دیگر به کار میره و معنی فارسی آن یا میباشد. مثال Would you like cake or biscuits with your coffee? همراه قهوت کیک دوست داری یا بیسکویت We like to live in Paris or London. ما دوست داریم در پاریس یا لندن زندگی کنیم. کاربرد حرف رفت سو برای نشان دادن نتیجه و پیامد چیزی به کار میره. معادل فارسی اون بنابراین پس یا در نتیجه هستش. He was very hungry so he ate all the cake. خب جمله که بعد از سو میاد نشوندنه که این جمله نتیجه جمله قبل هستش میگه اونا خیلی گرسنه بودن بنابراین کل کک رو خوردن یعنی جمله بعدی نتیجه جمله اولیه هست یا در این جمله که میگه I've drunk six cups of coffee today من شش فنجان قهوه رو خوردم امروز So I've got a headache بنابراین سردرد شدیدی گرفتم کاربرد حرف رفت فور حرف رابط فور رو دلیل و علت به کار میره و معنی فارسی اون زیرا یا چونکه می باشه و در این معنی با بیکاز به کار هم به کار برده میشه She must have been very hungry for she ate everything immediately میگه اون باید خیلی گرسنه باشه این استنتاج منطقیه برای استنتاج منطقی ما از مدل ماست استفاده میکنیم یعنی اون میوهش گرسنه باشه چرا چون Uh, هر چیزی رو فورا به صورت خود مثال بعدی he's overweight میگه که او اضافه وزن داره uh, چون he eats too many cakes and biscuits چون کیک و بیسکویت زیادی میخوره و اما کاربرد حرف ربط نور این حرف ربط برای نشان دادن یا انتخاب یک حالت منفی بعد از یک حالت منفی به کار میره و معنی اون و نه باشد حرف رفت نور دو جمله یا دو عبارت رو به هم وصل میکنه جمله نور در آن استفاده میشه باید فعل مثبت داشته باشه مثال he doesn't eat cake میگه او کیک نمیخوره نور does he eat دقت کنیم که وقتی نور ما میاریم فعل بعد اون باید مثبت استفاده بشه چون خودش منفی هست بنابراین نیازی نداریم که دیگه فعل رو به صورت منفی استفاده بکنیم مثال بعدی سویسرلند is not in European Union nor is it a member of NATO. نا از به تادی نا از به ناتو. سوئیس نه عضو اتحادیه اروپا است و نه عضو ناتو. کاربرد حرف رفت یت این حرف رفت برای بیان تضاد غیر منتظره به کار میره یعنی اینکه با توجه به شرایطی انتظار نداریم یک کاری صورت بگیره اما صورت میگیره. معادل فارسی یت با این وجود میباشد. مثال He's 72 Yet he still swims, runs and plays football regularly. میگه هفته دو سالشه خب ما انتظار نداریم که بخواد ورزش بکنه فوتبال بازی بکنه اما در ادامه گفته که Yet he still swims, runs and play football regularly. به صورت مرتب میگه این ورزش ها رو انجام میده. مثال بعدی he's overweight میگه که او اضافه وزن داره. خب کسی که او اضافه وزن داره ما ازش انتظار داریم که دیگه فاست فود نخوره. در صورتی که نوشته yet he continue to eat lots of fast food هنوز در واقع با این وجود او ادامه میده به خوردن فست فود پس ما yet رو در جمله با این وجود معنی میکنیم با این وجود و ما حروف ربط جفتی یا همایند که برای زبان تخصصی استفاده میشه حروف ربط جفتی یا زوجی همان طور که از نامشان پیداست حروف رفتی هستن که به صورت جفت میان حروف رفت زوجی کنار هم استفاده نمیشن و مکان آنها در جمله متفاوته برخی از این حروف رفت زوجی شامل موارد زیر هستند Both uh, که بعدش در واقع چند تا کلمه میاد در جمله و بعدش اند استفاده میشه whether or either or nor نایدر uh, neither بات uh, not but but also not only نه تنها بلکه مثال، I either want to uh, want the cheesecake or the hot uh, chocolate. من یا کیک پنیری یا شکلات داغ میخوام. I'll have both the cheesecake uh, cheesecake and the hot chocolate. من هم کیک پنیری و هم شکلات داغ خواهم خورد. مثال بعدی، I didn't know whether you would want the cheesecake or the hot chocolate، so I got you both. من نمیدونستم که آیا میخواهید کیک پنیری و یا شکلات داغ بخورید بنابراین هر دو را گرفتم I want neither or neither دقت کنید که این کلمه دو تلفظ داره neither neither I want neither the cheesecake nor the hot chocolate من نه کیک پنیری رو میخوام نه شکلات داغ All eat them both not only نه تنها the cheesecake cheesecake یا کیک پنیری but also بلکه همچنین the hot chocolate شکلات دا مثال بعدی I see you're in the mood nor not for dessert من متوجه شدم شما برای دسر سر حال نیستید اما برای پیش غذا هستید appetizer but appetizer سلام دوستان مرتزا هستم از کانال انگلیش داری و در این ویدیو قصد داریم جزوه سال دوازده گرامر درس اول رو با هم بررسی بکنیم عنوان گرامر درس اول جملات معلوم و مشهول یا اکتیو and Passive Voice هستش به طور کلی اگر بخوایم یک تعریف کلی از جملات معلوم و مشهول بگیم 70 درصد جملاتی که ما در گفتگوی روزمره استفاده می‌کنیم معلوم هستن یعنی فاعل یا انجام دهنده کار مشخص هستش و جملات پسیو جملاتی هستن که فائل یا انجام دهنده کار مشخص نیستش حالا چند دلیل داری که داریم که برای اینکه ما از جملات پسیو استفاده میکنیم اولین دلیلی که ما از جملات پسیو استفاده میکنیم این هستش که ما نمیدونیم که انجام دهنده اون کار چه کسی هستش به عنوان مثال اگر بخوایم در نظر بگیریم مثلا the bank was robbed بانک مورد سرقت قرار گرفت خب ما نمیدونیم که انجام دهنده اون سارق چه کسی بوده بنابراین اینجا از پسیو استفاده میکنیم مورد دوم اینکه این یک راز هستش It's a secret. این یک راز هست و ما نمیخوایم اسم اون طرف رو فاش بکنیم و مورد سوم اینکه عمل انجام شده مهمتر از انجام دهنده اون عمل هستش و بنابراین ما ابتدا روی مفعول جمله یعنی عمل انجام شده تکیه می‌کنیم و جمله رو با مفعول شروع کنیم و بنابراین فاعل جمله می‌تونه بیاد و می‌تونه نیاد به با عنوان مثال diapers were invented by women پوشک بچه در واقع شد توسط زنان خب اینجا اسم اون شخصی که اون پوشک رو اختراع کرده مهم نیست بلکه عمل انجام شده یعنی اون اختراعی که صورت گرفته مهم و حائز اهمیت هست پس بنابراین ما از جملات پسیو در این در واقع جملات استفاده میکنیم و ما بریم تعریف این جمله رو با هم بخونیم جمله معلوم یا اکتیو وایس جمله که در آن فایل یا کننده کار معلوم و مشخص باشد و در ابتدای جمله بیاد جمله معلوم مینامیم در جملات معلوم تاکید بر روی رابطه ما بین فاعل و فعل می باشد و اما ترتیب اجزای جمله معلوم در جملات مثبت به این صورت که اول فاعل بعد فعل کمکی بعد فعل اصلی بعد مفعول و بعد قید حالت و مکان و زمان که قبلا بهتون گفتم که قید حالت و مکان و زمان ترتیبش به این صورت هست مثال My mother is washing the dishes carefully in the kitchen right now. مادرم همکنون در آشپزخانه با دقت در حال شستن ظرف ها می باشد. جمله مجهول یا پسیو وایس جمله ای که در آن فایل یا کننده کار مشخص نباشه و یا اینکه اهمیت فعل و مفعول بیشتر از دانستن فاعل جمله باشه جمله مجهول مینامیم در جملات مجهول مفعول به جای فایل قرار میگیره و بهش میگیم نایب فایل مثال مفعول به اضافه فعل کمکی به اضافه شکل سوم فعل و ادامه جمله و دقت کنید که انتهای جمله اگر چنانچه ما بخوایم فایل رو ذکر بکنیم حتما از بای به اضافه فایل استفاده میکنیم و داخل پرانتز این قرار داده شده نشون میده که ضرورتی نداره که این بیاد یا میتونه نیاد مثال The dishes یعنی ظرف ها are being washed شسته خواهند شد یا شسته میشوند Carefully با دقت در آشپزخانه همین الان هم اکنون ها با دقت در آشپزخانه در حال شسته شدن هستند توسط مادرم موارد ترجیح جمله مشهور به معلوم اول اینکه وقتی ما نمیدونیم یا اهمیت نداره که چه کسی اون کار رو انجام میده و دوم اینکه در متون علمی که تاکید عمدتا بر روی عمله و نه فایل عمل یعنی اهمیت عمل انجام شده از خود فایل بیشتره نکته مهم جمله‌ای که فعل آن متعدی باشه یعنی گذراب به باشه یعنی مفعول بگیره رو میتونیم مجهول کنیم اما اگر چنان چه جمله لازم یا ناگذرا باشه یعنی مفعول نگیره ما نمیتونیم مجهولش بکنیم پس فعل های لازم هیچگاه مجهول به کار برده نمیشن مهمترین افعال لازم یا غیر گذراب به مفعول رو با هم بررسی میکنیم فعل هپن به اتفاق افتادن مفعول نمیگیره get up از خواب بیدار شدن wait منتظر ماندن understand درک کردن occur اتفاق افتادن rise بالا آمدن leave زندگی کردن arrive رسیدن seem به نظر رسیدن work کار کردن die مردن appear ظاهر شدن sleep خوابیدن go رفتن disappear ناپدید شدن خب مراحل تبدیل جمله معلوم به مجهول به چه شکل هستش؟ مفعول رو به اول جمله آورده و آن را نایب فاعل مینامیم. برای یافتن مفعول جمله ما با پرسیدن چه چیزی را و چه کسی را میتونیم مفعول جمله رو پیدا بکنیم. با توجه به زمان جمله و مفرد جمع بودن مفعول یا نایب فاعل یکی از افعال توبی رو می نویسیم. و اما شکل سوم فعل یا اسم مفعول یا پس جمله معلوم را در ادامه جمله مجهول می آوریم. چنانچه فعلی باقایده باشد شکل سوم فعل ایدی میگیرد و چنانچه فعلی بیقایده باشد شکل سوم رو بایستی حفظ کنیم بقیه جمله یعنی قیدها رو در ادامه جمله میآوریم نکته در جملات مجهول می توان قید حالت را به قبل از شکل سوم فعل هم منتقل کرد و همونطور که بهتون گفتم در انتهای جمله ما میتونیم حرف اضافه بای رو بیاریم و بعدش فایل جمله رو استفاده کنیم و اما نکته مهم اگر بخوایم فائل را در جمله مجهول به صورت زمیر به کار ببریم از زمیر مفعولی استفاده میکنیم چون بعد از حروف اضافه زمایر به صورت مفعولی استفاده میشن پس اگر چنانچه من بخوام انتهای جمله بای رو بیارم و بعدش بخوام اس رو بیارم اگر چنانچه زمیر باشه حتما باید زمیر مفعولی باشه یعنی ما نمیتونیم بگیم بای هی باید بگیم بای هیم نکته بعدی اگر مفعول را در جمله مجهول به زمیر تبدیل کنیم آن زمیر فقط زمیر فاعلی خواهد بود چون زمایر مفعولی را نمیتوان در ابتدای جمله استفاده کرد به عنوان مثال دی saw him in the park yesterday خب اگر ما این جمله مج... معلوم رو بخوایم مجهول کنیم ما نمیتونیم مفعول رو خودش رو بیایم بزنیم ابتدای جمله باید حتما تبدیل به زمیر فایلی بشه یعنی هیم تبدیل میشه به هی که میشه he was seen یعنی اینکه اون دیده شد در پارک دیروز و اما زمار فایلی و مفعولی یه بار با هم بررسی کنیم I, you, he, she, it, we, you, they و زمار مفعولی Me, you, him, her, it, us, you, them نکته چنانچه در جمله مجهولی فاعل جمله شی یا ابزار باشد از حرف اضافه وید استفاده می کنیم مثال snow covered the yard snow اینجا این کننده ای کار هست بنابراین فایل the yard was covered حیات پوشیده شد با with snow خب با توجه این که کننده ای کار مج... اه... یک شی هست در نتیجه ما از حرف اضافه وید به جای بای استفاده میکنیم و اما مجهول جملات زمان حال ساده برای بیان کارهای روزمره، تکرار، عادات و حقایق علمی ما از زمان حال ساده استفاده می کردیم. فرمول جملات مثبت زمان حال ساده هم اینجوری بود که فایل به اضافه شکل ساده فعل شد به اضافه مفعول و قیدهای حالت و مکان و زمان. مثال They visit the grandfather, grandmother on Friday. اونها ملاقات میکنن مادر بزرگشون رو جمعه ها خب یک کاری که به صورت روتین و از روی عادت داره انجام میشه دنت ما از شکل ساده فعل استفاده میکنیم که میشه حال ساده و مشخصه های زمان حال ساده گفتیم ترکیب every each با قید زمان هست مثل every week یا ایام هفته که به صورت جمع می مثل on mondays یا قیدهای تکرار که شامل Always, usually, uh, sometimes, normally, scarcely, بنودرات, frequently, غالباً, barely, بنودرات, rarely, بنودرات, generally, معمولان, hardly, بنودرات, seldom, بنودرات, hardly ever, بنودرات, often, أغلب, never, هرگز, occasionally, كاهکوی. I usually go to the park on Thursday. من معمولان روزهای پنجشنبه به پارک در زمان حال ساده همیشه برای فایل های سوم شخص مفرد که زمیر فایلی آنها ایت هی و شی باشه به فعل جمله اس یا اس سوم شخص اضافه میکنیم مثال هی پلیس فوتبال the پارک every day. او هر روز در پارک فوتبال بازی میکنه و اما سالی و منفی کردن زمان حال ساده که گفتیم برای حالت اول شخص یا دوم شخص یا سوم شخص جمع از don't در حالت منفی و در حالت سالی از دو استفاده می کردیم و اگر چنانچه سوم شخص بود یعنی he و she و it بود از does در حالت سالی و doesn't در حالت منفی استفاده می کردیم و فرمول جمله مجهول حال ساده اگر بخوایم بررسی بکنیم افعال مفعول به اضافه افعال توبی یعنی امایزار به اضافه شکل سوم فیل میشه به عنوان مثال uh, scientists find solution to problems میگه دانشمندان uh, راه حل هایی رو پیدا میکنن برای مشکلات uh, راه حل ها برای مشکلات پیدا میشوند پیدا میشوند پس به این صورت ترجمه میشه پیدا میشود توسط آنها بایدم رو میتونیم بیاریم میتونیم نیاریم و اما مجهول جملات زمان گذشته ساده به چه شکله خب ما میدونیم که زمان گذشته ساده در واقع گذشته ساده یک انجام یک عملی هست در یک نقطه زمانی در گذشته که در اونجا در اون نقطه زمانی به پایان رسیده و شکل دوم فعل رو ما استفاده میکردیم یعنی اگه با بود ایدی میگرفت و اگر بی بود که شکل دومش رو استفاده میکردیم حالا در حالت مچول ما چیکار میکنیم کافی هستش که از مفعول به اضافه فعل تو بی واز و ور به اضافه فعل قسمت سوم استفاده کنیم و اما مشخص های زمان گذشته ساده همونطور که میدونید yesterday, last night, two years ago استفاده از ago با کلمات نظیر two years ago uh, two months ago for example و شکل دوم فعل بود که مثلا شکل دوم فعل it که میشود eight و برای سالی و منفی کردن خب میدونید که برای تمامی فایل ها ما از دید استفاده میکردیم در حالت سالی و در حالت منفی از دیدنت استفاده میکردیم که بعدش فعل شکل ساده فعل می اومد و اما فرمول جمله مجهول زمان گذشته ساده واز اور هست به اضافه شکل سوم فعل مثال علی broke the window yesterday خب این جمله معلوم در حالت گذشته است میگه علی پنجره رو شکست دیروز پنجره شکسته شد the window was broken مفعول جمله چه چیزی را میشه ویندو میشه مفعول مفعول میاریم اول جمله the window was broken پنجره شکسته شد دیروز که حالا مفعول جمله رو میتونیم در انتهای جمله بیاریم یا اینکه نیاریم مثال بعدی الکساندر فلمینگ دیسکاور پنیسیلین الکساندر فلمینگ کشف کرد پنیسیلین رو پنیسیلین کشف شد پنیسیلین was discovered by him و اما مجهول جملات زمان آینده ساده خب ما میدونیم که برای زمان آینده ساده از فعل کمکی will باید استفاده کنیم که مخففش میشه apostrophe دابل l و زمانی استفاده میشه که ما برای یک کاری رو در زمان آینده میخوایم انجام بدیم اما خب برنامه زمانی و برنامه از قبل تعیین نکردیم براش و مشخص های زمان آینده ساده هم خب ما میدونیم که will won't در حالت منفی soon, later, next month, next week, tomorrow و future هستش و اگر ما بخوایم مچولش بکنیم کافی هستش که از ساختار will be به اضافه شکل سوم فعل استفاده کنیم مثال میسیس کازمی will clean the room tomorrow خانم کازمی اتاق را فردا تمیز خواهد کرد اتاق تمیز خواهد شد The room will be clean پس از فعل کمکی will be در اینجا استفاده می کنیم به اضافه فعل قسمت سوم یا شکل سوم فعل که میشه The room will be clean tomorrow by her. و اما اگر چنانچه بخوایم از ساختار be going to یعنی انجام یک کاری در آینده با برنامه ریزی و تصمیم قبلی بخوام انجام بدیم حالت مجهولش به این صورت در میاد که میشه He is going to buy a nice car next week. اون قصد داره یک ماشین زیبا هفته آینده بخره. که مجهولش میشه a nice car یک ماشین زیبا قصد در قرار هست خریداری بشه is going to is going to be bought خب همونطور که میدونید اما ایزار به صورت بی اومده بعد از فعل بعد از تو که میشه is going to be bought bought هم گذاشته قسمت سوم فعل بای هست که میشه a nice car is going to be bought next weak by him و اما مجهول جملات استمراری به چه شکله؟ به این صورت که ما مفهول رو به اضافه امایزار میکنیم به اضافه بینگ به اضافه شکل سوم فلم مثال They are making a film right now آنها در حال ساخت فیلم هستن همین الان A film is being made فیلم در حال ساخته شدن است. right now یعنی همین الان توسط آنها و اما مجهول جملات زمان گذشته استمراری که خب ما میدونیم که زمان گذشته استمراری فایل به اضافه وازوور بود به اضافه شکل ing فرم, فرم فرم و بقیه جمله و اگر ما چنانچه بخوایم جمله مجهولش رو بسازیم به این صورت در میاد که میشه مفعول به اضافه was over به اضافه being که نشان دهنده استمراری بودن هست به اضافه شکل سوم فعل خب همونطور که میبینید هم گذشته استمراری بودن رو داریم نشون میدیم هم حالت مجهول بودن رو نشون میدیم با توجه به اینکه ما فعل تو بی رو اینجا آوردیم شکل سوم فعل هم آوردیم مثال My sister was cleaning the windows when I arrived home. خواهرم در حال تمیز کردن پنجره ها بود وقتی من رسیدم. The windows were being cleaned. پنجره ها در حال تمیز شدن بودن وقتی من خونه رسیدم. و اما حالت مجهول زمان حال کامل. خوب زمان حال کامل اگر بخوایم این تعریف کلی راجبش بدیم به اشاره به عملی که در گذشته انجام گرفته و اثر و نتیجه آن تا زمان حال باقی مانده یا آن عمل تا زمان حال ادامه پیدا کرده باشه استفاده میکنیم مثال خب فرمولش به این شکله که فایل به اضافه هب یا هز شد به اضافه پس یا شکل سوم فعل به عنوان مثال His father has worked in that office for 15 years برای 15 ساله که پدرش در این دفتر کار کرده و مشخص های زمان حال کامل همونطور که یادتون هست اینها بودن twice, once, recently, اخیرا already, since, for گفتیم که سینس ابتدای زمان رو نشون میداد فور طول زمان رو یت هنوز uh, ever, سو فار اپ تو ناو و during. و اما در حالت مجهول به چه شکل استفاده میشه هو یا هز به اضافه قسمت سوم فعل که میشه بین به اضافه شکل سوم فعل پس به این صورت حالت مفعول حالت مجهول این جمله نوشته میشه They have used this car since 1998 آنها استفاده کردند از این ماشین از سال 1998 این ماشین مورد استفاده قرار گرفته است از سال 1998 This car has been Used. و مجهول جملات زمان گذشته کامل برای اشاره به عملی که در گذشته قبل از عمل دیگه انجام گرفته باشه ما از زمان گذشته کامل استفاده میکنیم یا به عبارتی بهش میگن زمان گذشته دور به عنوان مثال خب اگه خاطرتون باشه از حد استفاده میکردیم به اضافه فعل قسمت سوم و مشخصه هاشم when, before, after, because, since, by the time, as soon as و until بود و اگر حالت مجهولش رو بخوایم بنویسیم مفعول به اضافه حد به اضافه بین به اضافه شکل سوم فعل و مابقی جمله خب همونطور که میبینید گستره در واقع مچهول ها با توجه به اینکه ما زمان های مختلف جمله داریم بسیار گیج کننده است ولی با تمرین و در واقع تکرار خواهید دید که شبایط خیلی زیادی به هم داره خب در اینجا هم کافی هستش که ما این جمله که معلوم هست یعنی حد به اضافه قسمت سوم فعل هست برای مجهول کردنش مفعول که فرنج هست رو بیاریم اول جمله یعنی زبان فرانسوی had been learned یاد گرفته شده بود carefully با دقت توسط آنها قبل از اینکه اونا مسافرت کنن یا سفر کنن به کشور فرانسه و مشهور کردن جملاتی که خودشون افعال ناقصه دارن افعال ناقصه تمامی ویژگی های سایر افعال دیگر را دارا نمی باشن. خود دارای ویژگی های منصر به فرد هستن به خاطر همین هم بهشون گفته میشه مدال یا افعال ناقصه افعال بعد از فاعل و قبل از فعل اصلی جمله به کار می روند و فعل بعد از آنها به صورت شکل ساده خواهد بود خب افعال ناقصه شامل کن کود می مایت شل شود ماست و اینها هستند و فرمول جملات معلومی که فعل ناقص دارن به این شکل که فعل ناقص وقتی میاد بعد شکل ساده فعل میاد یعنی ما بعد از افعال ناقصه فقط و فقط شکل ساده فعل رو بدون مصدر تو استفاده میکردیم و برای مجهول کردن اونها کافی هستش که اینها یعنی افعال ناقصه بیان بعد از مفعول و بعدشون بی به اضافه فعل قسمت سوم بیاد مثال the parents should be called by the principal به والدین باید زنگ زده شود توسط مدیر فرمول اصلی جملات مجهول زمانهای مورد نیاز در کنکور زمان حال ساده مفعول به اضافه امویزار به اضافه شکل سوم فعل و بقیه جمله گذشته ساده مفعول به اضافه وازوور میشد به اضافه شکل سوم فعل آینده ساده مفعول به اضافه ویل بی میشد به اضافه شکل سوم فعل حال استمراری مفعول به اضافه همویزار به اضافه بینگ به اضافه شکل سوم فعل گذشته استمراری مفعول به اضافه واز یا ور به اضافه بینگ به اضافه شکل سوم فعل و حالا کامل یا مازی نقلی مفعول به اضافه هوا هست به اضافه بین می شد به اضافه شکل سوم فعل و گذشته کامل مفعول به اضافه حد به اضافه بین می شد به اضافه شکل سوم فعل نکته یک در جملات مجهول می توان قید حالت را به قبل از شکل سوم فعل انتقال داد نکته دوم در جملات مجهول میتوان بای به اضافه فایل را به بعد از شکل سوم فعل انتقال داد یادآوری چنانچه در جمله فعل ناقص وجود داشته باشه در حالت مجهول فرمول آنها به این شکل در میاد مفعول به اضافه فعل ناقص به اضافه بی به اضافه شکل سوم فعل خب دانستن نکات زیر در حل تست های مربوط جملات معلوم مشهول بسیار مفید خواهد بود یک برای سالی کردن جملات مشهول فعل کمکی را به قبل از فایل می آوریم. چنانچه در جمله مجهولی بیشتر از یک فعل کمکی داشته باشیم فعل اولی فعل کمکی را به قبل از فایل آورده و فعل کمکی دوم در جای خودش باقی میمونه مثال Their names have just been added on this list. اسم آنها تازه می نیست. اضافه شده. Uh, have their name just been added on this list. آلت سالیشه. مثال بعدی. The monkeys are being studied. Uh, در آزمایشگاه. In this lab. یعنی در این آزمایشگاه. Uh, میمون ها مورد آزمایش یا مطالعه قرار گرفتن. و برای منفی کردن جملات مجهول به اولین فعل کمکی نات یا مخففش ان تی اضافه میکنیم The window was broken yesterday پنجره دیروز شکسته شد The window was not broken yesterday خب پس ما برای مجهول کردن برای منفی کردن جملات مجهول کافی هستش که به فعل کمکیش نات اضافه کنیم نکته بعدی معمولا در جملات مجهول قید حالت قبل از شکل سوم فعل به کار میره مثال به نام ate the dinner rapidly خب rapidly قید حالت هست last night که در اینجا rapidly قید حالت بین فعل to be و قبل از فعل قسمت سوم استفاده شده the dinner was rapidly eaten last night پس قید حالت رو همواره باید قبل از فعل قسمت سوم بیاریم نکته چهارم برای مجهول کردن فعل دومی که به صورت آینجیدار دار یعنی اسم مستر باشه از ساختار زیر استفاده می کنیم. I like my father taking me to the zoo. من دوست دارم پدرم رو به ببا... پدرم مرا به باغ ببرد. I like my father taking me. خب برای مجهول کردن فعل دومی که به صورت آینجی دار اومده یعنی اسم مستره از ساختار زیر بایستی استفاده بشه حالت مجهولش به این شکل میشه I like being taken من دوست دارم که برده بشم being taken to the zoo by my father نکته پنجمی برای مجهول کردن فعل دوم به صورت مستر با تو از ساختار زیر استفاده می کنیم. Uh, my father wanted my uh, brother to post the letter yesterday. پدرم خواست از برادرم که پست کنه این نامه رو دیروز. My father wanted the letter. پدرم خواست که این نامه پست بشود. میشه to be posted by my brother yesterday. نکته ششم. چنانچه بعد از ساختار مجهول فعل دیگری بیاد آن فعل همراه, همراه به صورت مصدر باتو خواهد بود در این حالت حتی اگر فعل اول جزء افعالی باشد که بعد از آن اسم مصدر یا فعل آینجی هم بیاد مثل فعل اینجو یا فینیش اگر مجهول شود فعل بعد از آنها به صورت مصدر باتو خواهد بود They were forced to leave the class quickly. آنها مجبور شدند کلاس را فوراً ترک کنند. They were forced to leave. نکته هفتم در درس دوم پایه یازده ما مختیم که بعد از حروف اضافه فعل به صورت آنجیدار میاد. حال یاد میگیریم چنانچه بخوایم فعل بعد از حروف اضافه را مجهول کنیم ساختار مچهول آن به صورت زیر هست. یعنی بین به اضافه شکل سوم فعل. نسال is looking forward to being sent to a mission by his company. او منتظر است تا به وسیله شرکتش به یک مأموریتی فرستاده شود. در اینجا تو حرف اضافه هستش. نکته هشتم مجهول کردن افعالی که دو مفعول دارند بعضی از فعل ها می توانند به صورت همزمان دو مفعول در جمله داشته باشند مفعولی که کار روی آنها انجام می شود و اکثرا غیر انسان می باشن. مفعول مستقیم یا بیواسطه یا شیعی بهش میگن و مفعولی که کار بر روی آنها انجام می شود مفعول غیر مستقیم یا متمم این مفعول اکثرا انسان می باشن یا جاندار بنابراین می توانیم دو بار جمله را مچول کنیم و هر دفعه یکی از مفعول ها را ابتدای جمله بیاریم معمولا بهتره که مفعول غیر مستنی و مفعول شخصی به ابتدای جمله بیاد مثال I gave him the book yesterday خب همونطور که بینیم give uh, جز uh, افعال دو مفعولی یعنی دو تا مفعول میگیره یه مفعول شیعی و یه مفعول در واقع uh, شخصی He was given the book yesterday به او دیروز این کتاب داده شد He was given I gave the book to him yesterday The book was given to him yesterday. مهمترین افعالی که دوتا تا مفعول میگیرن شامل ask, teach, get, bring, give, promise یعنی قول دادن، borrow قرض گرفتن، tell, buy, make, offer پیشنهاد دادن، cook آشپزی کردن، lend قرض دادن، show, send پی پرداخت کردن. و اما نکته نهم که زبان تخصصی هست برای مجهول کردن جملات امری از ساختار زیر استفاده میکنیم کنیم. جملات امری مثبت let به اضافه مفعول به اضافه be به اضافه past participle Open the door. Let the door be opened. خب همونطور که میبینید این جمله جمله امری هست چرا که با فعل شروع شده ما اگر بخوایم جمله امری رو مجهول کنیم از فعل let در ابتدا استفاده میکنیم که میشه let the door be opened و مجهول حالت منفیش هم به این شکل میشه uh, Don't open this door This open mustn't be opened از mustn't استفاده میشه به اضافه بی به اضافه شکل سوم This door mustn't be open نکته دهم برای مجهول کردن جملاتی که با who سالی شدن در جملات مجهول به جای هو از whom by whom استفاده میشه Who taught English last year? چه کسی تدریس کرد زبان انگلیسی را پارسال By whom? توسط چه کسی زبان انگلیسی تدریس شد Was English taught last year? برای مجهول کردن جملاتی که با هم سالی شدن در جمله مجهول به جای هم از هو استفاده میکنیم. پس برعکسش رو اگر ما میخوایم استفاده کنیم هم تبدیل به هو میشه. Whom did they meet in the park yesterday? میگه چه کسی رو شما ملاقات کردی در پارک دیروز؟ Who was met? چه کسی در واقع مورد ملاقات قرار گرفت یا ملاقات شد در پارک دیروز؟ نکته یازده و نکته آخر از قسمت معلوم و مجهول. گاهن در جملات مجهول به جای فعل to be می توانیم از فعل to get استفاده کنیم. مثال We didn't know the way to the hospital and got lost. خب در اینجا از get استفاده کردیم و با توجه اینکه که جمله گذشته هستش به جای فعل to be از got استفاده کردیم که شد got lost و لاست هم که قسمت سوم فعل هستش